به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک ادیب فهیم. وضاحت: ما هیچگاه طرفدار انحصار نبوده ایم و نیستیم. وحدت ملی و همدیگر پذیری اساس کار و عقیده ما را تشکیل می دهد. اما اقوام افغانستان عزیز ما هستند و به همه بزرگان کشور احترام داریم. احتراز ما نسبت به شوه کاری و چیگونگی مدیریت یک سلسله موضوعات مهم بود. در یک فضای باز سیاسی، هر کس مطابق میل خیش می خواهد اوضاع را تفسیر کند که باعث سوء تفاهمات و غلط فهمی ها می شود. اما به همه هموطنان عزیز ما ازبک، پشتون، هزاره، تاجک در مجموع ام اقوام با هم برادر افغانستان اطمینان می دهیم که ما عزت و اعزاز شما و عزت و اعزاز خود را می دانیم و هیچگاهی خود را از غم و شادی شما جدا نمی دانیم. افغانستان وقت یک ملت می شود که ما هم دیگر پذیری داشته باشیم و احترام متقابل اساس کار ما را تشکیل دهد. مطمئن باشین، لطفاً به سخنان بی اساس افراد و یا جناهای غیر مسئول باور نکنید. و همچنان به نقل از فیسبوک بشیر احمد تنج، خانواده مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم از اعطای رتبه مارشالی به جناب الحاج استر جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی افغانستان، استقبال می کند. دیروز محترم جنرال تاج محمد جاهد، وزیر پیشین داخله و پسر عمه مرحوم مارشال و همچنان امروز دفتر محترم ادیب فهیم، فرزند ارشد مارشال مرحوم، به نمایندگی خانواده مرحوم مارشال طی تماس‌های جداگانه حسن نیت خیش را برای تفویض رتبه مارشالی به جناب محترم الحاج استر جندال عبدالرشید دوستم ابلاغ و ابراز کردند. بنان به نمایندگی از رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از حسن نظر و استقبال ایشان قدردانی میکنیم. و همچنان گزارش دیگری از سایت خبری تولو نیوز. اسپر: طالبان در کاهش خشونت ها ناکام ماندند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که خروج 14 ماهه امریکا از افغانستان هنوز هم در راه است. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا تاکید می‌ورزد که طالبان در کاهش خشونت‌ها در افغانستان ناکام ماندند. مارک اسپر می‌گوید که روند صلح افغانستان به گونه‌ای که انتظار می‌رفت با سرعت به پیش نمی‌رود و طالبان در کاهش خشونت‌ها در این کشور جنگ زده ناکام ماندند. وزیر دفاع ایالات متحده که در یک سخنرانی در نشست در اینستیتوت بروکلین امریکا در واکنش به 4500 حمله طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با امریکا می گوید که با جنگ هیچ طرف پیروز شدن نمی تواند. او گفت جنگ میان طالبان و حکومت افغانستان پیروزی ندارد. رای حل نظامی وجود ندارد. ما باید یک رای حل سیاسی برای این کار داشته باشیم و این روندی است که ما تضمین کرده ایم. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که خروج 14 ماهه امریکا از افغانستان هنوز هم در راه است و در انتظار گفتگوی مهم تقسیم قدرت میان دو رهبر افغانستان یعنی اشرف غنی و عبدالله است. دو تنی که هر دو ادعا می کنند رئیس جمهور افغانستان هستند. آقای اسپر گفت ما در حال حاضر می دانیم که توافق مشترک تقسیم قدرت میان عبدالله و غنی به وجود آمده. اگر این موفقیت آمیز باشد می توانیم هیئت گفتگو کننده را شکل دهیم که بتواند پس از آن با طالبان بنشینند. او افزود که شمار از زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان مبادله شده است اما کافی نیست. وی همچنین می گوید که کاهش خشونت رخ نداده است که در زمینه پنهانی توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان وعده داده شده بود. وزیر دفاع امریکا گفت در پایان روز ما دوباره می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که افغانستان به پناهگاه امن برای عراس افغانان مبدل نمی شود. در پیوند با کاهش نیروها در افغانستان ما تصمیم هایی را در دست خواهیم گرفت که بر بنیاد شرایط باشند.
در همین حال رئیس جمهور غنی بار دیگر از طالبان می خواهد که دست از جنگ بردارن و روند سیاسی را در پیش گیرن. آقای غنی گفت متاسفانه جنگ یک سایه طولانی را به توجه من در برابر بیماری کووید 19 افگنده است. طالبان تا کنون خواست من را برای یک آتش بس بشر دوستانه نپذیرفته است. ما از طالبان می خواهیم که از خشونت بی‌معنا دست بکشن و وارد روند سیاسی شوند تا افغانستان گواه صلح و ثبات باشد. اما طالبان خواست حکومت افغانستان شهروندان کشور را نیز جامعه جهانی را برای کاهش خشونت ها رد کرده و علت آن را عملی نشدن توافقنامه صلح این گروه با امریکا گفتند. و همچنان گزارش دیگری از سایت خبری اسپوتنیک. غنی: تهدید کرونا مخربتر از جنگ جهانی دوم است. رئیس جمهور غنی خطر کرونا را از جنگ جهانی دوم مخربتر دانسته و گفت این بیماری جوامع بشری را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از دفتر رسانه‌های ارگ، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور طی سخنان در نشست مجازی سران کشورهای عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد اعلام کرد. بحران کرونا روند زندگی در جوامع را مختل کرده است. جوامع بشری نسبت به آینده بی‌اعتماد شدند. این مشکل را ممکن است درک نکنیم. وی در ادامه تصریح کرد با گذشت هر روز تأثیر منفی ویروس کرونا بر وضعیت زندگی انسانها پیش از پیش به وضوح دیده می شود. از سوی دیگر این ویروس نظام بهداشتی و توانایی های عملی کارشناسان بخش بهداشتی را با مشکل مواجه کرده است. وی ضمن اعلام همبستگی در مبارزه با ویروس و کرونا جانباختن شهروندان کشورهای عضو بر اثر این بیماری را تسلیت گفته و تأکید کرد کنترل بیماری کرونا موجب افزایش همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی و اتحاد و همبستگی در سطح جامعه بشری شده است. غنی همچنین از تلاش‌های شبانه روزی پزشکان، متخصصان و کارکنان بهداشتی قدردانی و از اقدامات انجام شده در سراسر جهان برای تولید واکسن کرونا حمایت کرد. رئیس جمهور غنی خطاب به نمایندگان کشورهای عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد گفت برای اینکه بتوانیم دستاوردهای این گروه در راستای مبارزه با فقر، گرسنگی، محرومیت، نابرابری و بی‌ثباتی را حفظ کنیم، باید اراده قوی داشته باشیم. در مبارزه با ویروس و کرونا نیز باید تدابیر مشترک را اتخاذ کنیم. او خطر کرونا را از جنگ جهانی دوم مخربتر دانسته و سازمان‌های بین‌المللی خواست که تدابیر در راستای مبارزه با این ویروس را بازبینی کنند. و همچنان گزارش دیگری از سایت خبری تولو نیوز. ریاست جمهوری برای حل بحران سیاسی پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله نیز می‌گویند که مشکلات بزرگ میان ارگ و سپیدار حل شدند. ریاست جمهوری روز دوشنبه از پیشرفت‌ها برای حل بحران سیاسی میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله سخن می‌زند. صدیق صدیقی سخنگوی اشرف غنی در این باره می‌گوید پیشرفت‌ها وجود دارد، مذاکرات جریان داشت و حالا هم جریان دارد و پیشرفت‌ها هم صورت گرفته است. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله می‌گویند که مشکلات بزرگ میان ارگ و سپیدار حل شدند و اکنون تنها درباره سهم داشتن دو طرف در سه نهاد کلیدی یعنی وزارت‌های امور خارجه، مالیه و لوی سارنولی چه سهمی داشته باشند جریان دارند. عبدالله قرلق معاون جنبش اسلامی می‌گوید در کلیات تفاهم و توافق به وجود آمده است. صرف یگان جزئیاتی که وجود دارد روی آن بحث و مشوره جریان دارد و تیم‌های تکنیکی دو طرف روی این جزئیات کار می‌کنند. در حالی که پیش از این عبدالله بر لغو نتایج اعلام شده انتخابات تاکید کرده بود، اکنون روشن نیست که دو طرف درباره لغو نتایج انتخابات چه توافقی داشتند. فضل هادی وزین عضو شورای رهبری حزب اسلامی می‌گوید باید حل سیاسی متضمن چهار اصل عمده و مهم باشد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید
تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.